صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا غريب الأوطان. صلى الله عليك يا مولاي يا شهيد العطشان. صلى الله عليك يا مولاي يا عبرة كل مؤمن ومؤمنة، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمم. السلام عليك وعلى جميع المستشهدين بين يديك، خصوصا أخيك الأب الفضل العباس وأختك الحوراء زينب، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ورحمة الله وبركاته. الرحمن الرحيم. صلى الله عليكم يا آل بيت رسول الله. سلام علیکم. شب اول ماه هستش، شبی که زیارت سید الشهدا در آن فضیلتی چندان دارد. انشالله هر جایی که هستید زائر ابی عبدالله باشید، قدم به چشمان بنده بگذارید و مهمان تکیه بین الحرمین باشید. شب دیگر با برنامه تکیه بین الحرمین در خدمت شما هستیم. همونطور که اهل تکیه ما میدونید، رسم ما بر اینه که مقتل سید الشهدا رو بررسی کنیم. زیاد مصدع نمیشم، زودتر میرم سر اصل مطلب و بحث مقتلمون. هر جا که هستید حد المقدور سمت قبله بشینید، با حالت طهارت توجه مهیا بشید برای شنیدن مقتل سید الشهدا با صلواتی هدیه به مقام بقیت اللهی حضرت صاحب العصر و الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مطلب همونطور که مستحضری در کتاب نفس المحموم شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، البته با شرح مرحوم کمرعی، یعنی کتابی که خواستن معرفی کنیم در بازار بتونن تحصیل کنن بینندای محترم، کتاب در کربلا چه گذشت نامش هست. رسید به اینجا که نعمان ابن بشیر والی کوفه منبر رفت، سخنانی گفت، خطبه‌ای خواند. وقتی از منبر پایین اومد،
آنهایی که قسم خورده دستگاه بنی امیه بودن، یعنی عمال بنی امیه، اونایی که هم پیمان بنی امیه لعنت الله علیهم اجمعین بودن، خورده گرفتن به نعمان بشیر که تو ضعیفی، ضعیف عمل کردی، این گونه که تو حرف زدی درست نبود، باید محکمتر و حرکتی کنی که حرکت خیلی شایسته و قرص و محکمی هستش. نمانم جواب اینها رو داد و گفت من در اطاعت الهی اگر ضعیف باشم بهتر است که در نافرمانی حضرت حق بخوام قوی باشم. خب این باعث شد یه عده از جاسوس‌ها و عیون بنی امیه، یعنی کسایی که وابسته بودن، که عبارتی که خود کتاب گفت حلیف بنی امیه، قسم خورده های دستگاه بنی امیه، اینها نامنگاریشون به سمت شام و یزید شروع بشه و خبر نرمی نعمان ابن بشیر رو به یزید دادن. از جمله کسایی که نامه نوشت به یزید، عمر سعد ملعون بود. یزید هم با مشاورش سرجون که عرض کردیم از بابای ملعونش یعنی معاویه باقی مونده بود در دستگاه بنی امیه، این مسیحی عبیدالله ابن زیاد رو والی کوفه قرار داد. نامه نوشت و حکم کرد در اون نامه که برو سمت کوفه و امارت کوفه را در دست بگیر، مسلم ابن عقیل را هر جا که هست پیدا کن، یا بکش یا در بند بکش و یا تبعید کن. فرمان حکومت کوفه را هم به او داد. مسلم ابن عمرو به بصره رفت و فرمان و نامه را به عبیدالله ابن زیاد رسانید و به او دستور داد که فوراً آماده شود و فردا به کوفه رود. راجع به نعمان بشیر عرض کردم که یه مطالبی رو در جلسه بعد خواهیم گفت، مطالبی که شیخ عباس نوشته است رو با هم مرور کنیم. نعمان به ذم نون، پسر بشیر ابن سعد ابن نصر ابن ثعلبه، خزرجی بود، انصاری بود. انصار و مهاجرین رو میدونید، آن کسانی که در مدینه بودن وقت ورود پیغمبر خاتم در هجرت از مکه به سمت مدینه، آن کسانی که در مدینه بودن و به استقبال خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله رفتن، اینها رو انصار میگویند، و آن کسانی که از مکه به سمت مدینه آمدن آنها را مهاجری میگن. و پیغمبر خاتم هم صلی الله علیه و آله این دو حزب رو اگر اینطوری نامگذاری کنیم گذاشتن باقی بماند، یعنی این رقابت حسنی که بین این دو حزب بود در انجام فرامین خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و این غزوات و جنگ ها خیلی کمک میکرد، البته تحت اشراف خاتم انبیا صلی الله علیه و آله. پس اینا عرض کردم که اگر گاهی گفتم مهاجرین یا انصار، مطلب برای دسته از بیننده هایی که آشنا نیستن با القاب معلوم باشه. جزو انصار بود. مادرش عمره دختر رواحه، خواهر عبدالله ابن رواحه انصاری، شهید غزوه موته با جعفر ابن ابی طالب علیه السلام. گفتن نعمان ابن بشیر اول نوزاد انصار است پس از ورود رسول خدا صلی الله علیه و آله به مدینه. نعمان ابن بشیر این فضیلت رو داشت، یعنی عرض کنم این نکته رو بدونید بیننده بکنم، فضیلت با کمال فرق میکنه. یه وقتی اگر یک کسی منصبی، جایگاهی، اسمی، صفتی، چیز دارد که میگن فضیلت، این معناش نیست که در این فضیلت کمال هست. معروف بود نعمان ابن بشیر که اولین مولود مهاجرین در مدینه است، چنانچه عبدالله ابن زبیر اول نوزاد مهاجرین است، اونا هم که همراه پیغمبر صلی الله علیه و آله وارد مدینه شدن مهاجرین، اول نوزادشون عبدالله زبیر بوده. حالا اینا فضیلتی نیست اصلا، حالا نقل تاریخ رو دارم عرض میکنم. پدرش بشیر ابن سعد نخست کسی است که از انصار روز سقیفه با ابی بکر بیعت کرد.
دیگه معلوم شد، حسب معلوم شد. و انصار از وی پیروی کردند. احوالات، اتفاقات، یعنی یک سری اموری که واقعا باعث سرفکندگی هستش توی سقیفه بنی ساعد رخ داده. اکثر ما اسم سقیفه رو شنیدیم و خب لعنم کردیم، مأجورم هستین، هر کی لعن کنه. اینها کسایین که پیغمبر رو رها کردن، هنوز غسل و کفن و دفن پیغمبر انجام نشده بود و سقیفه رو تشکیل دادن. یه نکته دیگه که هست، سقیفه ملعونه غیر از سقیفه است. این دو اسم رو با هم دیگه باید تمایز داد و هر دو ماجرای جداگانه داره. اتفاقات خیلی سخیف و باعث سرفکندگی افتاد برای اهل سقیفه توی سقیفه بنی ساعده. یعنی تا اونجا که بعضی هاشون رو دلم نمیخواد تو این زمینه حرف بزنم، موضوع امرم نیست، ولی بعضی چیزا واقعا آدم رو منزجر میکنه و اینا رو دستی در کار است که پرده بران بندازد که مردم ندانند. خب چقدر حب دنیا و امارت باید کسی داشته باشد که با تخت روان، با اماری بیارنش توی سقیفه از مهاجرین انصار که بخواد مردم باش بیعت کنن. کاش که فکر مردن بودن، فکر این که روزی میمیرن و روزی تمام میشون. به هر حال اول کسی که با ابی بکر بیعت کرد بشیر بود. خب انصار هم به تبع او ازش متابعت کردن و بیعت کردن. بشیر همراه خالد ابن ولید در جبهه عین التمر، یکی از جنگ هایی که خلیفه دوم فرستاده بود لشکر رو، شرکت کرد، کشته شد. و نعمان از خاندان شعر یا شعر و عثمانی مسلک بوده است. محبت عثمان رو داشت. یعنی وقتی که توی یک بیان تاریخی گفته می شود عثمانی مذهب، خب اولا و به ذات سنی ها همشون عثمان رو قبول دارن، ولی اشاره ای داره وقتی میگن عثمانی مذهب، یعنی اینها دلسوز برای عثمان بودن. یعنی اینها کسانی بودن که مطالبه خون عثمان میکردن. یعنی گاهی که اگر جنگی بود مثل جمل، پا در رکاب میکردند و میرفتن. اگر هم غیر از آن موقعی بحثی، وقفه‌ای، موقفی چیزی بود، عیان میکردن که ما مریدان خلیفه مظلوم هستیم، به عبارتی که خودشون قرار داده بودن که حالا برحال عثمانی مذهب. اهل کوفه را به واسطه محبت علی علیه السلام دشمن می داشت. اصلا با اهل کوفه خوب نبود، چون اهل کوفه محب امیر المؤمنین اسدالله الغالب مظهر العجائب علی ابن ابی طالب بودن و تنها انصاری است که در جنگ صفین همراه معاویه به جبهه آمده بود. عجیبه، تنها شخص انصاریه که اهل کوفه هم هست، حاکم کوفه هم قرار شدن، اما بعد از این قصه، یعنی انصاری که با لشکر شام در رکاب معاویه مقابل امیر المؤمنین ایستاده. خیلی و پیش معاویه احترام فراوانی داشت و رفیق او بود و بعد از او این مقام را با یزید پسرش داشت و تا خلافت مروان ابن حکم زنده بود و والی حمص بود. رفیق بود با معاویه، بعدم با یزید، و تا وقتی که مروان ابن حکم اومد والی شد، این هم والی بود. چون برای مروان بیعت گرفتن، او برای ابن زبیر دعوت کرد. از مروان به بعد راهش رو با بنی مروان جدا کرد. ولی رو ببینیم و برگرد. بله، چون برای مروان ملعون بیعت گرفتند،
او برای ابن زبیر دعوت کرد و با مروان مخالف شد. و این موقعی بود که ضحاک ابن قیس کشته شده بود، ولی اهل حمص یا حمص او را پذیرا نشدند، از آنها گریخ و دنبالش کردند و او را در سال 65 هجری کشتند. و این که یزید گفته نعمان ضعف و بدگفتاری از خود نشان داد، تو نامه‌ای که برای عبیدالله یزید نوشت به عبیدالله گفت که لعنت الله علیهم اجمعین، نعمان از خودش ضعف نشون داده. جهتش رو ببینید، این که یزید گفته نعمان ضعف و بدگفتاری از خود نشان داده است، شاید اشاره به نقل ابن قتیبه باشد که در کتاب الامامت و السیاسه گفته است نعمان ابن بشیر گفت زاده دختر رسول خدا علیه السلام صلی الله علیه و آله محبوب تر است پیش ما از زاده دختر بهدل. اومد پایین و بین مردم گفت، اینو نقل ابن قتیبه است، گفت زاده دختر رسول خدا که پیش ما محبوب تر از کسی که زاده بهدل. بهدل کیه؟ زاده بهدل همان یزید ابن معاویه است، زیرا مادرش میسون دختر بهدل کلبیه است. اینکه بهدل عرض میکنم، نقل شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، شیخ عباس قمی در نقل اسامی خیلی دقت ویژه‌ای داشته، اگر که مختصرا در مفاتیح الجنان هم یه نظری بکنید، اونجا گاهی وقتا اسامی رو شون میفرماد که این طوری بوده ولی این با اضافه است، این نقطه اضافه است، این رو اشتباه گذاشتن، اصلش اینه. نظرات محترمی دارد. شاید بعضی جاها به بجدل هم نقطه گذاری و اعراب گذاری شده باشه در متون تاریخی، ولی حالا ما نقل شیخ عباس قمی رو داریم بررسی میکنیم. چنانچه اسم بجدل در زبان عرب مرسوم بوده در آن زمان و یکی از کسانی که جنایت خیلی بدی کرد در کربلا اسمش بجدل بود. نمیخوام اون تیکه مصیبتش رو بگم الان، انشالله به وقتش خواهم گفت. اون مصیبتی که شنیدید، گریه کنای ابی عبدالله قصه ساربان را دارد و قصه ای که یعنی ماجرایی که هم توان و هم موازنه با ساربان اتفاق افتاده است راجع به انگشتر ابی عبدالله علیه السلام، اسم اون شخص رو بجدل نقل کردن. ممکنه نقطه در جیم نباشد و بهدل باشد. به هر عنوان خواستم یک اشاره‌ای داشته باشم به این نقطه‌ای که گاهی وقتا در استنساخ کتب اضافه می‌شود و بعضی از مورخین و اهل حدیث قبولش نمی‌کنند یا می‌پذیرند. حالا به دال و حا بی نقطه، تأکید دارد شیخ عباس قمی در اینکه نقطه ندارد. و ابن قتیبه‌ای که معروف است در همون کتاب الامام سیاستش هم گفتم، ببینید کی بوده؟ ابن قتیبه ابو محمد عبدالله ابن مسلم ابن قتیبت ابن مسلم ابن عمرو باهلی است که جدش عم همان کسی است که نامش پیش گذشت و نامه فرمان حکومت ابن زیاد رو برای او بود. گفتم یزید به شخصی داد عمر نامی که این نامه رو ببر برسون به عبیدالله ابن زیاد، جد همین ابن قتیبه است. رمز نهم یعنی حاشیه‌ای که مرحوم کمره ای اضافه کرده، زیرنویسی که این بزرگوار داره. اوضاع سیاسی و اجتماعی در بصره و کوفه زمان حادثه کربلا، وضع اجتماعی و تشکیلات حکومتی محیط کوفه و بصره. این کوفه و بصره غیر از اون کوفه و بصره‌ای هست که در اذهان هست و غیر از این کوفه و بصره‌ای که ما الان مشاهدش هستیم، کوفه و بصره زمان اهل بیت، زمان امارت امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام، یه کمی با این کوفه که الان ملاحظه میکنم زوار محترم، انشاءالله بیاید کوفه و زیارت کنید حرم آقا مسلم ابن عقیل سلام الله علیه را، مسجد کوفه را، سجدگاه انبیا را، انشالله بیاید و زیارت کنید. اما شهر کوفه، اینا نه کوفه فعلی، کلن به
ناحیه عراق در اخبار و روایات و تاریخ در اون زمان کوفه و بصره گفته می شده. یعنی وقتی جایی صحبت از کوفه می شده یا کوفه و بصره گفته می شده، منظور کل عراقه. یعنی امارت بر کوفه و بصره این تقریبا حکومت بر کل عراق می شده. حالا وقتی میگه محیط کوفه و بصره در این تاریخ بسیار مهم و نامزده، منظور کل عراقه. و برای تسلط حکومت های ظالم بسیار آماده بود، زیرا پیوست مردم با دستگاه حکومت از همان طریق وضع اشاعری بوده. الانم کشور عراق همینطوره، خیلی از کشورها هم هنوز همینطوره، به صورت قبیله ای زندگی میکنن، عشیره ای زندگی میکنن. یه بزرگتر دارد هر قبیله، رسوم و آداب خاصی دارند و اون بزرگترهای قبائل با حکومت در ارتباطن. مواجب اهل قبیله شون رو اگر پولی، هدیه ای، چیزی یا تقسیم بندی قرار بود حکومت داشته باشد، با اون شخص رئیس قبیله میگفت و او هم این طور بوده. وضع اشاعره و سران قبیله وسیله ارتباط مردم با حکومت وقت بودند. به توسط همان سران بزرگ قبایل حقوق و مستمری از دیوان حکومت میان افراد و خانواده ها تقسیم می شده و به مسئولیت آنها هم سران تکالیف حکومتی به افراد تبلیغ و تحمیل می شده است و در این میان اشخاص شرور و استفاده جو هم در کار مردم نقش مهمی بازی می کردن و از نظر مبادی و عقاید با آنکه کتاب و سنت مورد احترام و قبول بود، ولی گاهی وقتا خلاف کتاب و سنت هم عمل میکردن، که یا افراد شرور. خب این مسئول قبیله، این رئیس قبیله بزرگ عشیره با حکومت در ارتباط بود، غالبا حفظ میکردن احکام رو، سنت رو حفظ میکردن، اسلام رو حفظ میکردن، ولی باز هم افراد سودجو بودن که اینجا به قوله معروف سوسه میدوندن. ولی هر کجا قدرتی وجود داشته باشد، تعدی از مقررات کتاب و سنت معمول بوده است و زور و زر دو اساس حرکت و جنبش اجتماع را تشکیل میداده است. زور و زر هر جا بوده، حرکت اجتماع هم خواهی نخواهی با اون حکومت میرفت، با اون زور و زر میرفت. و دوست و دشمن و بدخواه و خیراندیش به هم آمیخته بودند. وضع این حرف تاریخه، وضع نفاق‌انگیزی در جامعه حکم فرما بوده، اصلا اوضاع نفاق بوده. اخلاصمندان و حقیقت جویان که روی اساس صدق و دوستی با مردم رفتار می کردن و به صفای خاطر خود اعتماد داشته و از دیگران هم توقع همان صفا و سادگی را داشتن، عقب می ماندن. خب تو هم جایی که پر از نفاق، پر از دورنگیه، پر از تزویر و ریاست، هر کسی هم که اخلاص داشته باشه، خوب آدمی باشه، نمیتونسته اونطور که باید و شاید حرکت کنه، لذا از جامعه عقب میمونده. چون میدونید اهل حق، اونایی که سری بین سران دارن، در عبادت خدا سرف رازن، این جمله خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو رو اصلا قبول نکردن و این خلاف متون شریعت مقدس هستش. آدمی که خوب هستش که هیچ وقت نمیگه جامعه چطوره پس تو هم همان گونه باش، این طور نیست بین خوبان و اهل اخلاص. پس چون چنین بوده، مجبور بوده یا از جامعه زاویه بگیره، منزوی بشه، یا اینکه عقب میمونده از بقیه. و دیگران که با دسیسه و بازی وارد میدان میشدن، جلو میافتادن. اونم که اهل نیرنگ و خدعه و دسیسه و بازی بودن، نه جلو میفتن. وضعیت حالا این مقدمات رو برای چی میفرماد این بزرگوار؟ میخواد نشون بده که هست مسلم دچار چه اتفاقی شدن. وضعیت مسلم ابن عقیل را روی همین اساس باید تحلیل و بررسی کرد. وقتی اساس جامعه، یعنی حالا امروز بهش میگن جامعه شناسی، ما برای شناخت حرکت، برای فهم اتفاق تاریخی لابدیم، یعنی لازم داریم، مجبوریم جامعه شناس باشیم، یعنی جامعه اون روز رو ببینیم، اتفاقاتش رو بسنجیم، خیلی بهتر کمک میکنه برای فهمش. با این پیش ذهنی، با این دانش به اوضاع جامعه کوفه و بصره، یعنی اوضاع عراق،
وقتی بدونی مردم اینطور بودن، قبائل اینطوری عمل میکردن، حکومت زور و زر داشت، میفهمیم که مسلم ابن عقیل چگونه شد که بعد از مثلا در حالا نقلی که گفته شده است و بیشترش 18000 بیعت کار حضرتش به جایی برسد که یک نفر هم نماند در پشت سر حضرتش وقت نماز، یا حتی اون کسی که اسب حضرت رو نگه می‌داشت در مسجد او هم بگذارد و برود. نکته ای رو که مرحوم کمره‌ای گفته بودن خوندیم. سید گوید، سید که عرض میکنه منظور سید ابن طاووسه در کتاب لحوف، سید گوید حسین علیه السلام به وسیله مولای خود سلیمان که کنیش ابارزین بوده، مولای خود اینجا یعنی غلام، نامه‌ای به اشراف حقجوی بصره نوشت. وقتی که این اتفاق خب سمت کوفه حضرت مسلم بن عقیل رو فرستاد آقا سید الشهدا، و برای اوضاع بصره چون دو تا نقطه استراتژیک بود، دو تا نقطه‌ای بود که قابل توجه بود، قبائل و سران قبائل در آنجا بیشتر جمع بودن، سید الشهدا از بصره هم غافل نشدن. نامه‌ای به اشراف حقجوی بصره نوشت و آنها را به نصرت و اطاعت خود دعوت کرد که از آن جمله یزید ابن مسعود نهشلی، منذر ابن جارود عبدی بودن. این دو تا از بزرگان بودن، یزید ابن مسعود بنی تمیم و بنی حنظله و بنی سعد را انجمن کرد. سه تا از قبیله های بزرگ را این فرستاده سید الشهدا، اون کسی که مخاطب ابی عبدالله و نائب ابی عبدالله، سه تا از قبائل بزرگ را دعوت کرد و به آنها گفت ای بنی تمیم، مقام و حسب من در میان شما چگونه است؟ اول از اینا اقرار گرفت من چه جور آدمیم، منو چقدر قبول دارید. ای وای، وقتی که مطلب به اینجا میرسه بی انصافیه که نگم، حالا که ایام درگذشت علامه شهیر امینی رحمت الله علیه هستش، بذار بگم راجع به غدیر از غربت پیغمبر خاتم، شاید عجیب باشه برای شما پیغمبر غربت، آره خیلی پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله غریب بوده، همین کافیه که در همون حج آخر، حج تبلیغ، بخواد ابلاغ کند ولایت امیر المؤمنین را در خطبه غدیر، ببینید باید اول اقرار بگیرن الستو اولا بکن من انفسکم، مردم من ولایت بر انفس شما ندارم. حالا در غدیر انشاءالله مناسب غدیر عرض میکنم این قربت پیغمبر است که از امت خودش، یعنی کسانی که تابع او هستند، دور او طواف کردند، پشت سر او نماز خواندن، اینطور اقرار بگیرد تا امری مثل ولایت رو بخواهد اعلان کند، امری که 23 سال هم اعلان کرده است و همه میدانند. بمانیم تا بدونیم قبائل بصره چه گفتن در برنامه بعدی. صدای از صداهای قدیمی براتون مهیا کردن، میرزا احمد. وصف حالش رو کم و زیاد شنیدید و میشناسید، معروف به مرشد چلوی. ببینیم برگشتیم شاید نکته‌ای بگم. یا علی، ای داد وجود آدمی را از خاک پروردگارا، ای برد دوباره آن وجود اندر خاک خدا، پروردگارا دریای مروت چو در جوش آید کریم پادشاه، جز عفو تو چه می کنی به یک مشتی خاک،
پروردگار عالمیون خدا، جز عفو تو چه می کنی به یک مشتی خاک؟ یا ابو عبدالله، این بزرگوار هر بیننده‌ای که میشناسد، هر که نمیشناسد یه تحقیقی راجعش بکنه، از خوبان شهر تهران بود. وقتی که کارگر محترم گفتن که قطعه‌ای از ایشون آماده کردن برای پخش، من خیلی خرسند شدم. بنده هم کوچکتر از این حرفا، هم بنا نداریم که در اخلاقیات صحبت خاص بکنیم، هرچند گفت و شنود کلام اهل بیت خودش اخلاقیات رو برای ما فراهم میکنه و عرض کردیم همون حرفی که بهش قائل هستیم و خواهیم ماند. به موالاتکم علمنا الله معالم دیننا. چی میخوام بگم؟ میخوام عرض کنم اگر تمام صفات خوب و انسانی و انسان دوستانه که الان بازار این حرفا و تبلیغ اینجور حرفا زیاد، اگر در فضای مجازی هم ببینید، در دول مختلفه، یک کسی که یه حرکت انسانی میکنه همه به تصویرش میکشن، برندش میکنن به قول امروزی ها، تمام اینها زیر بیرق سید و شهدا به وفور دیده میشه. یعنی کسایی که تحت تعلیم منبر ابی عبدالله هستن همین آدم ها هستن. فرق کوچیکی هست که اعلامش نمیکنن، جار نمیزنن خیرات و خوبی های خودشون رو، والا دستگیری از ضعفا، کمک به بندگان خدا از قبیل همه چی، همش در این حسینیه ها هست و یافت میشه و باید نزدیک باشی تا بفهم. یعنی خیلی باید بشناسی. یعنی تو این فضا اومدین، همم همینطورن، کاملا هم درک میکنید چه عرض میکنم. مرشد چلویی، یکی از کاراش این بود، این بزرگوار که حالا این که معروف ازشون، بالا سرش خلاف خیلی از جاها نوشته بود نسیه داده می شود حتی به جناب عالی، حالا حد المقدور، یعنی رد نمی کرد مشتری رو برای نسیه. خب ضعیف بود، نمی تونست. این هم الانی که روزگار سخته. از کارهای زیبای این مرشد و این روزخان ابی عبدالله این بود که اگر مغازه‌داری کسی شاگردش رو می فرستاد غذا از او بگیره، یه قطعه از کباب یا اون تهدیدی که داشت به دهان این بچه میگذاشت. شاگردش گفتن چرا اینطور میکنه مرشد؟ میگفت یه وقت این صاحب کار حالا غافل باشه، حواسش نباشه، این بچه دلش بخواد از این غذا. اینا میگم که بگید برای اونایی که اهل تکیه ها و حسینی ها نیستن، اگر برای خونه خریدی کردید، سعی کنید جلوی چشم اون کسایی که ندارن بخرن، به خونه نبرید. یعنی غذایی که چشم روش باشه خوردنش زیاد خوب نیست. برای ما صدا بفرستید، روزه بخوانید. خدمت مهمان محترمی بودیم، خادم حرم آقا ابوالفضل حاج حیدر زبیدی. قسمت ششمش رو انشالله با هم میبینیم. یعنی صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله. همچنان در خدمت حاج حیدر زبیدی خادم حرم شریف آقا ابوالفضل العباس صلوات الله علیه هستیم. ماجرای شرح حال پدر بزرگوارشون رو رسوندن به قصه انتفاضه عراق و قیام مردم کربلا، ادامه اتفاقاتی که برایشون و پدر بزرگوارشون افتاده
در شهر کربلا رو از زبون خودشون میشنویم. یا علی اجازه در خدمت شما هستیم. سلامت بشی، خسته نباشی، قربونت شما برم. سلامت بشی. سلام علیکم و رحمت الله. بله، ما رسیدیم به که لشکر کشی شد و لشکر صدام خبیث اومدن. باور کن ما میشناسیم دیگه این لشکر و صدام و میدونیم همه خبیثن، به هیچ کی رحم نمیکردن دیگه. ما میمدیم تو ذریح امام حسین یا تو ذریح ابوالفضل، به همه میگفتین اینجا نمونین، اینا اگر اومدن داخل به شما رحم نمیکنن، حتی تو داخل ذریح شما رو میکشن. مثلا حرمت امام حسین یا حرمت آقا ابوالفضل عباس، اصلا اینا حالیشون نیست. مردم دیگه از ترسشون تیر بارون بود، یعنی بگم هر لحظه هر ثانیه میافتاد اون بار، میافتاد این بار خونباره، اصلا عجیب بود. یعنی خیلی خیلی، یعنی واقعا خدا و اهل بیت و ملائکه این کربلا رو حفظ کرد. آثارش هست تو حرم؟ بله. جای گله ها رو هنوز گذاشتن؟ بله آثارش هم هست و ما خودمون دیدیم چند، یعنی خونباره ها میافتاد دور رو گنبد، اصلا منفجر نمیشد، تو سر منفجر نمیشد. خیلی عجیب. مثلا بیرون بود، اب بیرون رو گنبد چند تا بود، چند تا سلاخ بود، ولی از این همه صدهای خونباره و صدهای تیر و اینا، بله دیگه شلوغ شد. و یعنی با اون بار انفجاری که اینا ریختن باید کلن حرم حد میشد. حد میشد، ولی با دو سه تا جای سوراخ خونپاره و این چیزا کار تموم شد دیگه. حدود دو هفته، یعنی بیشترین که کربلا مقاومت کرد، دو هفته کربلا مقاومت میکرد. مثلا اینا انقدر اومدن دیگه با تانگاشون اومدن جلو، لشکرکشی اومدن جلو، مردم میکشتن، فرار میکردن. ما هم دیگه دیدیم فایده دیگه نداره، کشته میشیم، هیچی دیگه. رسیدن دیگه اینا ها باب القبله، تانگ رسیده اونجا، بیلحرمه اینجا رسیدن، دیگه فایده نداره. با تانگ اومدن بین الحرمه؟ بله، باب القبله اومدن. حتی الان فیلم برداریش هست اگه دیدین، که ما به همه میگفتیم آقا خالی کنین حرم، بیان بیرون حرم آقا ابوالفضل، حرم فایده نداره، اینا میان میکشن، حیف این درب داغم میشه حرم صحنه اینا. حرمت حرم رو حرمت حرم آره. از متاسفانه میگم دیگه ما نمیخواستیم مثلا تو حرم تو صحن اسلحه باشه. البته همه چی تو صحن شده، مقر و پایگاه آفرین صحن. آره اشتباه بود، ولی دیگه چاره نبود دیگه، مردمی بود دیگه، زیاد بلد نبودن. ما هر چی تبلیغ میکردیم، حرف میزدیم، تا دیگه چیز اومدن دیگه. ما همه میگفتیم آقا بیا خالی کنیم، بیا ببین فایده نداره، اینا اومدن دیگه میکشن هم برا. که بعدن که ما وقتی فرار کردیم فهمیدن اومدن تو صحن و همه رو کشتن، که الان تیربارونش هست. بله تو اثراتش هست. بله مرمر و این موزاییکاش زدن آثار. بله انتفاضه، انتفاضه سال 91 صدام ملعون. که دیگه ما هم فرار کردیم و گفتیم میترسیم بمونیم خونه، بریم نجف. ما یه دونه ماشین داریم و گفتیم بریم سوار ماشین، بریم تو راه نجف تو وادی اینا، ببینیم چی میخواد بشه، چی کار کنیم، اصلا نمیدونیم چی کار کنیم. با پدرتون؟ با پدر و برادر و خانواده کلن. این ماشین اون روز پنچر بود، یعنی ببین دیگه اتفاقی بود. ما هر کاری کردیم باور کنین، این بخواستیم زاپاس عوض کنیم، اینقدر تیر بارون بود اصلا نمیدونستیم چی کار کنیم. اینقدر گفتیم آقا رو همون راه میریم، رو همون پنچریش راه رفتیم تا رسیدیم تا خود اول نجف، اول راه نجف که میره به وادی نجف، که دیگه موتور سوخ، موتور سوخ، داغ کرد، سوخ، ول کردیم ماشین وسط خیابون، همجوری پیاده رفتیم تا خود وادی که من وادی السلام، وادی السلام که به پدرم گفتم حیف ماشین، بریم بکسلش کنیم. که یکی از بچه‌ها دیدیم رفتیم، نرسیده به ماشین یه تقریبا حالا 500 متر 700 متر دیدم تانگو همینجوری اومدن. گفتم به یارو آقا دور بزن بریم که الان ما رو میزنن میکشن. که برگشتیم و
رفتیم دیگه غروب شد. باور کنین این کربلا بارون چجوریه؟ بارون تیراندازی و خمباره بود ما میدیدیم، گفتیم کربلا محو شد، اصلا خاک شد. که میگم لطف خدا و اهل بیت و ملائکه واقعا الحمدلله همه چی حفظ شد. بله بعد ما بعد از تقریبا یه هفته تو نجف رفتیم، نجف و موندیم و برگشتیم. برگشتیم گفتیم برگردیم کربلا، گفتن همه رو دارن میگیرن، همه رو تو خیاب هر کی میبینن جوون اینا. گفتیم توکل تو علی الله بریم. گرفتیم و نجف الحمدلله رسیدیم، ببخش نجف اومدیم کربلا. تو راه هی پیاده میشدیم تو راه قبل از خان النص همش پیاده سواری پیاده. که مثلا یه برادر دارم اسمش جعفر بزرگتر از من لاله، بله این با دو سه تا از بچه های ما گرفتن بحثی ما رو گرفتن. عجیب. من یعنی اگر من میگرفتن الان اعدامی بود، الان اینجا ننشسته بودم. ولی لطف خدا و دعای پدر و مادر که ما به نجات پیدا کردیم. یه دونه پیرزن علویه مادر بزرگ مادرم سیده به این گفتم دعا کنو که اگه ما رو میگیرن اعدامه دیگه. الحمدلله گفت هیچ، من دارم میخونم و فوت میکنم، برو شما. همینجوری هول میدادم با اون ویلچره که برادرم رو گرفتن، دو سه تا از بچه های ما گرفتن. و بابام گفت برادرت چیزیش نمیکنن، لاله حرف نمیزنه آزادش میکنن. ما دیگه رفتیم، چاره ای نیست دیگه، اینا رو بل کردیم رفتیم تو رای چیز همون بستانا و باقا تا رسیدیم کربلا. الان خیلی طولانیه، رسیدیم کربلا و رفتیم خونه خواهرم. بله. که تو حی شهرک بیرون از شهر کربلا ولایه. بله. که حدود موندیم یه تقریبا سه ماه چهار ماه پنج ماه که کل رفیقای خودم رفیقای پدرم همه رو گرفتن، همه رو اعدام کردن. حتی خدا رحمتش کنه، خدا رحمتش کنه سید کاظم که اینا یکی از این افرادی که با هم بودیم با پدرم و اینا که حتی وقتی گرفتنش خیلی شکنجش کردن اعتراف کرد که شیخ ضیاءالعابدین هم با هم بودیم و این کارا رو می‌کردیم، این کارا می‌کردیم. دیگه ما از اینجا دیگه خیلی ترسیدیم که حدود 6 ماه خونه خودم خواهرم موندیم. بعد گفتیم بریم چیز اینا هی منطقه به منطقه میمدن خونه ها را تفتیش میکردن، میگشتن خونه خودمون تو همون شهر بابلخان ولایه گشتن اینا خونه همون دزدی کردن. همین جیدارش باز بود تا گفتیم بریم. مادرم و داداشام و اینا رفتن یه هفته دو هفته ساکن شدم. بعد از 6 ماه گفتیم ما بریم. شبونه ما را بردن خونه طبقه دوم ما هستیم. همونجا حدود 8 ماه یک سال بالا موندیم و تکون نمیخوردیم که اوضاع ببینیم چه. حتی هم یه دفعه هم خود بعثی ها اومدن در زدن گفتن ما باید بریم خونه رو تفتیش کنیم. که خیلی اینقدر من ترسیدم پدرم و اینا، من بالا یه پنجره رنگ کردم، یه سوراخ بالا نگاه میکردم که دیدم با اسلحه‌اش نیومدن. یعنی 7-8 ماه شما از خونه اصلا بیرون نیومدید؟ ما نیومدیم. ما یه چیزی که خیلی خوب بوده که این ماشین که وقتی ولش کردیم رفتیم نگو بعد تانگ اومده روش. بله. چیز شده، چماله شده این ماشین. بله. که مادرم بعد سیاه پوشیده که وقتی مادرم دیگه برگشت خونه اینا گمان کردن که شما تو ماشین بودی. تو ماشین بودم. پدر گفت یغزیا با پسرش حیدر اینا نمیدونیم چی شده، یا مردن یا چی شده، اصلا نیستن. مادرم سیاه پوشیده، برادرم سیاه پوشیده. پس اون باز لطف سید شهدا است که ماشین بله. اونطوری باید بشه و اونجا بسوزه و بمانه. بله. که جون شما و پدر در امان باشه. دست بله. وقت دیگه وقتی موندیم و ها حتی ما بچه ها اومدن اجازه میدین من از این فرم شما یه استفاده برای بیننده ها بکنم. بله. آیات زیادی هست عسا ان تحبوا شیئا وهو کرهن لکم. بعضی اتفاقات که تو زندگی ما میفته ظاهرش اینه که خیلی بده، ولی به حکمتش که نگاه کنیم خیلی درش سعادتمندی و خوشبختی هست. لذا اتفاقاتی که برام میفته هرچند ظاهرش بد هست، یک کمی زبون به ناشکری باز نکنیم، یک کم در مقام تسلیم و رضا باشیم. چون آن کسی که فرمان دستشه
بلده چطور مدیریت کنه. خدمت شما و حاج حیدر هستیم در قسمت بعدی. یا علی. صلی الله علیک یا مولای یا ابا عبدالله. هر جای عالم که هستید دست ادب به سینه بگذارید و حسب فرمایش صادق مصدق علیه السلام امام ششم سلام بدید خدمت آقا سید الشهدا و اسم خودتون رو در تومار زوار ابی عبدالله در این شب اول ماه ثبت و ضبط بگردانید. امیدوارم هر چه زودتر برسید کربلا، از نزدیک زیارت کنید حرم آقا قمر الولایه را، قمر بنی هاشم و حرم آقا سید الشهدا عبدالله الحسین. صفهایی داره کربلا، انشالله زود به زود بیاید کربلا. بهشت عالم امکان حریم توست حسین. من نشار رو خدمت شما عرضه میکنم تا شما مهیا بشید و تماس بگیرید، خودتون مدح و مرثیه و روزه بخوانید برای آقا سید الشهدا. صدای شما از بین الحرمین پخش میشه. بهشت عالم امکان حریم توست حسین. نگاه من به دو دست کریم توست حسین. تمام عرش معلا شبیه فرش فقط به زیر پای گدا و ندیم توست حسین. همونطور که تو آیتم مهمان عرض کردم، خوش به حال کسی که پا در مقام تسلیم و رضا میگذاره. شاید خیلی از امور دوست داشتن ما رو همراه نباشه، یعنی مورد میل ما نباشه، مورد علاقه ما نباشه، ولی اون کسی که مدبر اموره، اون کسی که برنامه عباد الهی رو میچینه، میدونه چگونه تدبیر کنه امور شیعیان و بندگانش رو. و چه زیباست، و چه زیباست، نکته‌ای که بخوام عرض کنم اینه، و چه زیباست که اون بنده بداند که مقادیر، مدبرات، اون چیزی که تدبیره از خانه حضرات آل الله میگذرد و به دست ما میرسد. ته به تو الیکم. انشالله بدونیم قدر آقامون بقیت الله العظم رو و آن به آن در توسل به حضرتش باشیم. ببینیم بولر به خودت بمان، امشب دعوت شدیم از ازل سلام هر کجا پر زدن پال و پرم گفت حسین. آقا جان مادرم داد به من درس محبت، اما من حسینی شدم از بس پدرم گوزن. حالا نفس بده حسین، به به شلن کنار حرمش بگیر حسین. شکر تو خدایا پسرم گفت حسین. امروز روز ورود حسنا کاروان بی بی زینب به کوفه است. خانم زینبی که یک لحظه از برادرش جدا نمی شد، گفت دادان شجور انتظار داری زینبه بدون تو سفر بده. نمیرم بران سوز دلم خانم زینب. آخه معمولا همه میدونن خواهر دلسوز برادره،
برادرم عاشق و خواهره، مگه غیر اینه؟ اونه که برادر دارن قدر برادر رو بدونم، خواهر داری قدرش رو بدون. اگه یه مدتی هم دیگر رو نبینن دلشون برام دیگه تنگ میشه. بعد از یه مدتی اول بار که برادر خواهر رو ببینه فرق نمیده، خواهر برادر رو ببینه ببینم اول. یا با عبدالله، دل نیست مگر آن که شود جای آسه، غمناک شود آب شود پای حسین. خوش به حال هر کسی که محبت ابی عبدالله بده بشه، مثل شما بیننده های محترم. تشکر میکنم از بیننده محترمی که مجلس روزه شرکت کردن و این صدا را ضبط کردن، از این مداح بزرگواری که معرفی نکردن برای ما، برای ما ارسال کردن. شما هم همین گونه باشید، مجالس روزه ابی عبدالله شرکت کنید و صدا ضبط کنید برای ما بفرستید، ولی ببینیم و برگردیم. یا ابا عبدالله، الحمدلله الذي من علینا به حکام یقومون مقامه اولا و کان حاضرن بالمکان. هم برنامه دیگر بود از سری برنامه های تکیه بین الحرمین. بیننده ما باشید، ممنون که نقص ما رو به چشم نمیارید. سفره که پهن شده انشالله همه سرش سهیم باشیم، هر کسی هر جوری که میدونه خدمت کنه با سید الشهدا خدمت کنه. حیفه چشم به هم میگذاریم و میبینیم تمام عمر گذشته است. چه خوبه که این عمر در خدمت آقا سید الشهدا بگذره، چه خوبه که آدم از یه سری چیزایی که لازم نداره، یعنی مایحتاج نیست، بگذرد برای ابی عبدالله. بودن در تاریخ و شما هم بیش از من میدانید، در عصر ما هم هستند که فرش زیر پای خودشون رو میدهند و میآیند کربلای سید الشهدا. بیایید کربلا، ظاهر ابی عبدالله بشید. همش خیر است و برکت. خیلی پیام داریم راجع به این که بعضی شکایت از رزق و روزی دارن. در روایت زیاد سید الشهدا هست، کسی که ظاهر ابی عبدالله بشود در رزقه، در یعنی فوران میکنه رزق براش. کربلا بیاید، ظاهر ابی عبدالله باشید، فوران رزق دارید انشاءالله. برای فرج دعا کنید، برای بیمارا دعا کنید، برای مستمندا دعا کنید، ما رو هم از دعای خیر فراموش نکنید. یا علی، خدا نگهدار. What's up, Pete? What's up, Pete?